یه چای دیگه بریزم؟ نه دیگه من نمیخورم، دستت درد نکنه. بابا چرا زیر قولت میزنی؟ مگه خودت نگفتی سی پی یوشو بالا میبری؟ تو تا حالا کی دیدی بابا به روزی حرفش بزنه؟ من میگم این فعلا جواب کارتو میده، همین. اگه این جواب کارمو میداد میشه بفهمین چرا من هر روز آویزون میثم خانم؟ چرا اون نمیاد اینجا کار کنی؟ واقعا بگم چرا آویزون میشی؟ اه بابا همه شوخی میکنی، ما اون دست در میکنی. خودتو میگین تکنولوژی برتر قدرت بیشتر. من هنوزم میگم پسرم، اما این به مغز جنابالی و آموزش درسات هم مربوط میشه. موضوع نرم افزاریه، امتحانات ترمت هم نزدیکه. چه ربطی داره؟ سوهیل انقدر با پدرت یکی به دو نکن، حرف گوش کن. این همه وقتی که پای کامپیوتر گذاشتی اگه صرف درسات میکردی الان بابا اینا رو نمیگفت. اگه با من میای به جنبا دیر شد. دست درد نکنه. مگه من تو درسام مشکلی دارم ماما؟ نه بابا جون مشکلی نداری. اما من دلم میخواد تو از همه بهتر باشی. ماما جان گذشت اون زمان که همه چیز بچه درس و مشقشون بود. خداحافظ. من تو پارکینگ. برو بابا جون. خداحافظ. راست میگه خانم. حضرت امیر هم میگه بچه ها رو باید برای فردا تربیت کرد. طراحی بازی کامپیوتریم چیزیه که میتونه باعث افتخار آدم بشه. الحمدلله سهیل خیلی خوب داره پیش میره. آره میدونم. منم بهش افتخار میکنم. به هر دوتاتون. مامان صبح بخیر صبحونه بخونم. قربون اون دست و صورت نشستت برم. پس من بعد از نهار میام پیشت دیگه. باش منو برنامه رو دارم کنم. باش. فعلا خدا. خدا. نه خدا. Thank you.
اینا اصل برداری شده؟ همه شد. این کیفه چیه؟ طبق گزارش متعلق به لادن نعمتیه. ظاهرن روز آخر خونه مجرم فراری جا مونده. با اینا به جایی نمیرسیم. حتما میخورم. دست در نکن. نه تا فردا ببخشید. دیگه باز شد دیگه. اطلاعات فایلتون از بین رفته. این پیام یعنی محل ذخیره سازی اطلاعات خالیه. منظور چیه؟ ممکنه ویروس باشه. شاید هم سیستم ضربه خورده. نه این فایل خیلی مهمه. این اگه گم بشه من شغلمو از دست میدم. آخرین بار کی بازش کردی؟ فکر کنم دیروز. نه پریروز. دو روز پیش. میشه ببینم؟ بله بفرمایید. نه اطلاعات رو پیدا نمی کنه. ایستگاه سرسبز. نه بدبخ شد. متن بوده؟ نه حسابای چند تو شرکته. حالا چی کار کنه؟ شاید بشه ریکاوریش کرد. چی کارش کرد؟ ریکاوری. راستش من زیاد از این سیستم سر در نمیر. نرم افزار داره. من یه ورژنشو دارم. شاید بتونم جدیدشو براتون پیدا کنم. خیلی ممنون. بله جناب سرنگ، بله. اما مجرم پرونده ارجایی جرم رایانه‌ای نداره. اصالتاً جنوبیه، تو زندان نیشابور بوده و تنها سابقه هم که ازش ثبت شده قاچاق در شرق کشوره. چشم قربان، من همه تلاشمو میکنم. خیلی ممنون. من واقعا ازت ممنونم. خیلی لطف کردی. اینا اگه از بین بره من تمام زندگیمو از دست میدم. نمیدونی چقدر خوشحالم با شما آشنا شدم که میتونی مشکل رو حل کنی. گفتی میتونی اینا رو چی بهش میگن؟ بازیافت. ریکاوری. بابامه. بابا سلام. سلام بابا جان. جونم. بابا میخواستم ببینم یادت میمونه امشب ورژن جدید برنامه ریکاوری رو برام بیاری؟ امروز سرم زده شلوغ پسرم. ببینم چیکار میکنه. اطلاعات روی لپتاپ یکی از دوستان پریده. میخواستم ببینم کاریش میشه کرد برش گردون. باشه عزیزم، باشه. ببینم چیکار میتونم بکنم. کاری نداری تو. نه بابا، مرسی، خداحافظ. اگه یادش بمونه میاد. من
واقعا بازم ازت ممنونم. آخه میدونی یکی از این رئیسامون خیلی بد اخلاقه، اصلا دنبال بهونه میگرده منو اخراج کنه. بالاخره یه کارش میکنه، نگران نباشید. راستی من شهرامم، شهرام یوسفی. خوشبخت. خیلی خوب. پس من این اطلاعات رو بریزم روی سی دی. نه 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 نه، سی دی نه، سی دی نه، بی زحمت بریز روی. باشه چشم. میشه من شماره موبایل شما رو داشته باشم؟ بله، بدیم براتون بزنم. آها، بگوش. خیلی ممنون سهیل خان، خوشحال شدم مهندس جهان. خدافظ. من که بچه نیستم، آدم محترمیه. بیچاره از گم شدن اطلاعاتش خیلی ترسیده بود. من خودم بهش پیشنهاد دادم که کمکش کنم. به هر حال اون یه غریب است بابا جون. اه بابا خیلی بدقول شدی ها. اول زیر قولت میزنی، بعد برای رد گم کردن هی بهونه میگیری. کارتون با میثم به کجا رسید؟ هیچ، مشکل داریم، خوب پیش نمیره. خب نمیخوای به آدم حرفه‌ای مشورت کنی؟ چه فایده داره؟ الان شما یه آدم حرفه‌ای. خب من ازتون یه چیزی خواستم دیگه، شما میدین؟ خوابید؟ آره، از سر شب میگفت دلم درد میکنه. پس من این برنامه ریکاوری رو چی کار کنم؟ میتونم خودم زنگ بزنم به آقای شاکری ازش بگیرم؟ اصلا. چرا؟ بابا جون که نمیتونه بدون مجوز چیزی ازت داره خارج کنه. خب من چی کار کنم؟ برنامه که من دارم خیلی قدیمیه، 6 ماه پیش از اینترنت دانلودش کردم. تو فقط باید صبر کنی بابا جون. صبح کی میری؟ میتونیم صبحونه رو با هم بخوریم بابا جون. پس من بیدار میکنی؟ آره عزیزم، برو بخواب. برو. شب بخیر. شب بخیر. الهی شکر. بابا کی رفت؟ صبح زود کلاس داشت، صبحونم نخورد رفت. باشه، پس من رفتم دیگه. یه دقیقه صبر کن، برات یه ذره میوه اینا گذاشتم ببری مدرسه بخوری. اه، من که بچه نیستم این برام قاقالیلی میذاری. مادر جون اینا قاقالیلی نیست، میوه است، با یه ذره کوکوی سبزی زنگ استراحت بخوری تا زور دل زفت نره. یه موقع. آخه بچه ها سر به سر آدم میذارن. بچه ها برن سوسیس کالباس و چیپس بخورن. مدرسه هم که تعطیل شد یه راست بخونه. باشه، خداحافظ. به سلامت. خوب شد یادم. چی شد؟ هیچی. آزادی بیان حقیه که صراحتاً در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر به اون اشاره شده و میگه که انسان‌ها آزادانه میتونن حرف بزنن، بنویسند و یا عقاید خودشون رو منتشر کنن، مگر اینکه این آزادی بر اساس مواردی که قانون مشخص میکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. ببخشید. بفهمید، خواهش میکنم. در همین رابطه اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مقرر کرده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند که تفصیل اون رو قانون مشخص میکنه. در همین راستا قانون مطبوعات فرانسه در 29 ژوئیه 1881 هم محدودیت‌های اعمال کرده، اما ماده 1 همین قانون در خصوص داده‌های اینترنتی مصوب 2004 میگه اطلاع رسانی عمومی به وسیله روش‌های الکترونیکی آزاد است، اما همین حق که احترام به آزادی بیان و حق مالکیت اشخاص و ویژگی‌های چندگانه بیان افکار و عقاید رو مد نظر داره ناگزیره به خاطر برقراری نظم عمومی اونو محدود به حدودی بکنه که قانونگذار مشخص میکنه. شبکه اینترنت علارغم فرصت‌های استثنایی که برای انسان متمدن و مدرن امروز به وجود آورده، متاسفانه محلی شده برای ارتکاب اعمال مجرمانه و فرصت مناسبی شده برای ایجاد تغییر در ماهیت داده‌ها و انجام اعمال بزهکارانه و جرم مجازی یا همون سایبر کرایم. دکتر ببخشید، میشه واقعا از این بحث‌های عمومی بگذریم؟
به بحث سایبر تروریسم، همون تروریسم مجازی و مصادیقش بپردازیم. سلام سری جان، خوبی؟ حالت خوبه؟ ممنون، خوبم. ببخشید دیر کردم. جدی؟ اصلا متوجه گذشت زمان نشدم سری جان. از اینجا خوشت میاد؟ گفتم سر راه مدرسه‌ت قرار بذارم که زیاد از خونه دور نشی. چرا نمیشینی؟ بشین. نه دیگه، باید برم. اومدم فقط فلشتون رو بدم. حالا یه دقیقه بشین. خیلی ممنون، برنامه رو روش ریختی دیگه؟ بله، البته برنامه خیلی قوی نیستش. بابام هنوز ورژن جدیدشو برام نیاورده. آره گفتی سرش خیلی شلوغه. اما فکر میکنم همین کارتون رو راه بندازه، حتما اطلاعاتتون رو برمیگردونه. من واقعا ازت ممنونم سهیل جان. میخوام به عنوان تشکر ازت دعوت کنم دوتایی قهوه بخوریم. آقا ببخشید لطفا دوتا، نه یه چایی یه قهوه. سر جان تو از کدوم طرف میری؟ من از این طرف میرم سمت ایستگاه مترو. از این طرف؟ خب مسیر منم از همین طرفه. میخوای تا اونجا قدم بزنی؟ باشه. میدونی سر جان تو پسر باهوشی هستی. من خیلی خوشحالم با تو آشنا شدم. میدونی من آدم گرفتاریم. همه زندگیم صرف کار شده. واسه همین دوست صمیمی ندارم. همه عمرم صرف نگه داشتن حساب کتابایی شده که مال خودم نیست. زندگی ما همینطوریه دیگه. میگم سیستم تو ویروس که نداره. من این فلش مموری رو میارم تو خیلی از این شرکت ها میزنم به دستگاه هاشون. اگه ویروس داشته باشه همه چی به هم میریزه. نه خیالتون راحت باشه، تمام آنتی ویروس های قوی دنیا رو روش نصب کردم. شک ندارم پدرت به تو افتخار میکنه. راستی گفتی شغل پدرت چیه؟ حتی مهندس کامپیوتره. تحصیلاتش درباره کامپیوتره اما پلیسه. پلیس؟ آره، توی اداره آگاهی کار میکنم. حتما خیلی هیجان انگیزه. بنگ بنگ بنگ. عالیه. از این ماشینای پلیس هم داره آژیری گردون میاد اینجا. چیکار داری میکنی امید؟ برای مقاله ترجمه میکنم. بهتر نیست به کمک من کنی؟ کمک چی؟ من داری چیکار میکنی؟ خودت چی فکر میکنی؟ نگران نباش. کار منم بی ربط به این بابا نیست. این ترجمه ها رو سرگود فوری میخواد. Thank you.
سوهل جان، ما داریم میریم خونه مامان بزرگ، تا هفت برمیگردیم. بابا هم گفته هشت میاد. هله هوله نخور که با ما شام بخوری. چشم. خدافظ. خدافظ. سوهل خواه دارم همه چی رو میبینم. چیزایی رو دوباره بررسی کردم، اگه اجازه بدین این محاصلش رو ببینیم. نامه تو کاری کردی؟ بله. خب تایپش کردم دیدم دفتر جناب سرهنگ. خیلی ممنون. خیلی خوب بگو. بفرم. خانم لادن نعمتی سال 1992 وارد دانشکده داروسازی کامپوز جوسیوی پاریس شده. دو سال بعد رشتهش رو عوض کرده و میکروب شناسی خونده. سال 1995 با مردی به نام ژان پیر نمو ازدواج کرده و یک سال و نیم بعد، یعنی در سال 1996 ازش جدا شده و تحصیل توی رشته کامپیوتر همون دانشکده رو شروع کرده. سال 1998 به عنوان مهماندار توی شرکت ایر فرانس استخدام شده و تا سال 2001 مهماندار پروازهای خارجی بوده. همون سال به ایران اومده و تا قبل از اینکه به قتل برسه بیکار بوده. در سالی که لادن نعمتی مدعی شده بود دو سال پیش اومده ایران. من فکر میکنم ما به جای یه نفر باید دنبال یه گروه باشیم. آفرین شاکری. نه خوشم اومد. بیس جالب توجه کردی؟ تو تمام عکسای کامپیوترش و آلبومایی که ازش پیدا کردیم به جز 3-4 تا عکس که با مهندس ثابتی داشت با هیچ مرد دیگه عکسی نداشت. نه همکار، نه استادای دانشگاه، نه حتی همسر سابقش. این نمیتونه اتفاقی باشه. احتمالا خودش یا یک کس دیگه ای اون عکس رو فیلتر کرده. چرا؟ برای اینکه ردی ازش به جا نمونه. پس احتمالا کسی باید به غیر از خودش این کارو کرده باشه. جناب سرگرد قربان، بچه ها یه اطلاعاتی جمع بری کرده، هر موقع وقت داشتین گزارش خدمتون ارائه بدید. بسیار خوب. امید اطلاعات مربوط به لادن نعمتی رو یه کاسه کرده، با هم مرورش کنیم. میخوام هر اطلاعاتی که میتونین راجع به همسر سابقش به دست بیارین. ما به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. همینطور کشورهایی که به عنوان مهموندار به اون کشورها سفر کرده. یه فهرست که نشون بده کدوم کشورها بیشتر پرواز کرده. امید جانم، میتونی الان یه سر بری تو اینترنت؟ دنبال چی باید باشم؟ من دیشب تا صبح رو پرونده قاتل فراریمون کار میکردم. همه اینترنت هم سرچ کردم. الانم عملا دارم تو خواب راه میرم. هنوز ویندوز هم بالا نیومده. دمدمای صبح به این نتیجه رسیدم که این مارمولک وقتی سر وقت دکتر نرفته حتما خودش داره یه جور خودش رو ترمیم میکنه. اینه که میخواستم بری ببینی سایتی چیزی در مورد پانسمان و جراحت و زخم و اینجوری پیدا میکنه که اون بهش مراجعه کرده باشه. جواب این سوال خیلی مهمه ها. به هر حال اون یه جوری باید نیاز خودش رو برطرف کنه.
البته اگه زنده باشه. باش چشم. با عزت. البته به خاطر فراوانی غلات در ایران از غلات استفاده میشد. تشریف بیارید. همونطور که مشاهده میکنید اولین سکه استاندارد در قرن هفتم پیش از میلاد در کشور لیبی ساخت و ضرب شد. جنس این سکه از الکتروم که ترکیبی از طلا و کوروش کبیر مؤسس سلسله هخامنشی به خاطر کشورگشایی هایی که داشت تونست کشور لیدی ترکیه فعلی رو فتح کنه و کشور لیدی جزئی از ایران شد. به خاطر همین سکه هایی که در لیدی ضرب می شد وارد کشور ایران شد و از اون استفاده می شد. کوروش کبیر خیلی دوست داشت که ایران هم بتونه سکه ای رو برای خودش داشته باشه و بسازه، اما متاسفانه این عملی نشد. بعد از اون داریوش اول سلام، میتونم کمکتون کنم؟ سلام، من یه کتاب تخصصی راجع به سکه های موجود توی موزه میخواستم. بله حتما. بفرمایید. عکس سکه های توی موزه هم داره. جالبه. قیمتشون هم داره؟ شوخی میکنی؟ البته.
باز کن. کاری ندارم. میخوام هیچ کلمه باهات حرف بزنم. درو باز کن. ببین چی ببینم. کاری نکن موضوع از اینی که هست خرابتر بشه. درو باز کن. میخوام دوت کلمه باهات حرف بزنم. هر طور که دوست داری. فقط بهت بگم اومده بودم این ماجرا رو دوستانه حلش کنم. اگه نمیخوای اصراری نیست. احتمالاً دوست داری کارت با دادگاه اینجور چیزا حل بشه، ها؟ این احضاریه دادگاهه. آقا سعید خوب نگاش کن. گذاشتمش دایی در. در مورد مهشید من هیچ دخالتی نمی کنم. هر تصمیم بگیره من پشتش هستم. اما در مورد بچه فکرش هم نکن بتونی نگهش داری. خواهرم هم اگه اجازه بده من اجازه نمیدم. ببخشید کاری داشتین؟ شما؟ فکر کنم این سوالیه که من از شما باید بپرسم. اینجا منزل آقای سعید سلامتیه؟ نه خیر، فکر کنم طبقه رو اشتباه اومدی. خیلی معذرت میخوام. عذر میخوام ازتون. ببخشید. میکنم. شرمنده. خواهش میکنم. ببخشید. سرکار. بکنم این مال شماست. آقا ببخشید. اصلا باورم نمیشه. چرا باورت نمیشه؟ خب آدمیزاده دیگه. همه مشخصات درسته خودشه. آره من خودم هم جا خوردم. نمیدونستم چی کار کنم. بگرم تو میشناسیشو خبر داری؟ نه که این واحد تازه تأسیسه. هر کدوم از نیرو رو از یه طرف جذب کرده. یکی دوبار خونهشون رفتم، پدر مادرشو میشناسم. خودش میگفت پیمانیه. تا حالا چرا اینو نایده بودی؟ بکنم فیلترش کردم. امروز به روزش کردم اومد بالا. خیلی خوب. پورادی، حالا چی کار کنیم؟ تو هیچ کار نمیخواد بکنه. من خودم با جناب سرکار صحبت میکنم. نیازی. راجع به این موضوع با کسی حرف نمیزنی ها؟ گرفتی؟ بله جناب.
خوبه. تونستی همه رو تو 50 ثانیه جواب بدی. منتها. منتها چی دکتر؟ امتیازم؟ ناامید کننده است. چی میگی؟ یعنی من قد آیکیوم پایینه؟ شوخی کردم. فقط دو تا رو اشتباه زدی. آفرین. کدومو دکتر؟ سوال 10 و 4. چی بود؟ وقتی خودت میگی غیر از 9 تاشون بقیه بمیرن، خب داری میگی 9 تا دیگه مرد حسابی. اصلا حواسم به این کلمه 9 نبود. معلومه خیلی خسته. من بعد برم. اگه قرار باشه از هر کی تست هوش میگیرم 1 ساعت وقت صرفش کنم که دیگه وقتی برای خودم نمیمونه. ممنونم، خدا نگهدار. خدا. شما اینجایین؟ خسته نباشید. میشه بیام تو؟ تو همین الانشم توی آقا جون. ببخشید. بگو. آقا من 10-12 سایت پزشکی پیدا کردم. خب که توش در مورد زخم و نحوه رسیدگی به عفونت ها توضیح داده بودن. یکی که از بقیه کاملتر به نظرم اومد. تلفن مدیر سایت رو پیدا کردم و تلفنی باهاش صحبت کردم. ایشون گفت چون سایت پزشکی و دلیلی برای ارتباط با مخاطباش نداره، آیدی کاربرا ذخیره نمیشه. متاسفانه امکان ردیابیش نیست. آفرین. تو همینجاش هم خوبه. حیف شد. باز زودتر به این فکر میافتادیم. ببخشید. دیشب که تو نت چرخ می‌زدم به ذهنم رسیدا. شاکری بگو ببینم. چون آقا اگه تو 17 تا قناری داشته باشی، خب بجز 9 تاشون بقیه‌شون بمیرن چند تا قناری برات میمونه؟ شما داری میگی بجز 9 تاشون، در واقع 9 تاشون زنده میمونه دیگه. آفرین. بهت امیدوار شدم. ساده و جناب سرکار. راست میگی. تو این اکثر ردگیری کردی؟ آه. بگو من یادم از این درگیر این سایتی شدم. برو نمیخواد معمول. من برو ایزم برو. حالا شما ببخشید. اگه دیدیش بده، اذیت نکن. دست نزن، ارسا که در رسن. بده، دار زنگ میخوره. نه بس ببینم این تو رو. دست بزن، این کیف مامانه. چرا برداشتیش، ها؟ الو. سلام سهیل جان، یوسفی هستم، یوسفی، شهرام. سلام آقای یوسف. خوبی دوست من؟ ممنون، شما خوبی؟ یه مشکل بزرگی واسه سیستمم پیش اومده. بله. واقعا نمیدونم چی کار کنم. سراغ دو سه تا از این خدمات کامپیوتری هم رفتم، ولی احساس میکنم هیچ کدومشون اندازه تو کارشون رو بلد نیست. شما لطف داره. سهیل جان این روزا آدم اعتماد نمیکنه سیستمش رو دست هر کسی بده. میخواستم اگه ممکنه ببینمت. تلفنی میشه؟ سهیل جان تلفن به چه درد میخوره؟ من امروز کلاس زبان دارم. اگه خواستیم میتونیم قبل از کلاس زبان یه قرار بذاریم همدیگر رو ببینیم. باشه. خداحافظ. خب که گوشی منو قایم میکنی الان میام چه قلقله که دیدم. وایسا ببینم. وایسا وایسا. سلام. سلام سهیل جان، ببخشید مزاحمت شدم. اصلا نمیخواستم وقت تو بگیرم، اما گرفتار شدم، چاره ای نداشتم. خواهش میکنم. اتفاقی افتاده؟ حالا بشین، برات قهوه سفارش دادم، قهوه تو بخور. خیلی ممنون آقا. اون نرم افزار ریکاوری که بهم دادی نصب کردم، اما نتونست اطلاعاتو برگردونه. 3 روز وقت دارم حساب کتابا رو جمع و جور کنم تحویل شرکت بدم، مگر نه شغلمو از دست میدم سهیل جان. اخراجم میکن. نگران نباشین، اتفاقا امروز بعد کلاس با بابا قرار دارم، یه سر میرم پیشش اداره، حتما ورژن جدیدشو داره. راست میگی سهیل جان، واقعا من نمیخوام اسباب درد سرت بشم. یه وقت بابات عصبانی نشه. گفتم شاید خودت برنامه رو داشته باشی، یا به من آدرس بدی من برم بگیرم. این چه حرفی آقای یوسفی؟ پدرم توی لپتاپش بهترین برنامه‌های ریکاوری رو داره. خب براتون کپی میکنم دیگه. واقعا ازت ممنونم سهیل جان. راستی فلش مموریتون همراهتونه؟ بله.
بفرمایید. سلام. سلام سید جان، چطوری؟ به به به، باد آمد و بوی انبر آورده. ببین کی اومده. چطوری؟ سلام. خوبی؟ احمدی کوچک، چه خبر؟ سلامتی، خبر؟ این طرف بابا یادی از ما کردی؟ خیلی خوب کار کردی. اینجا بشین ببینیم، بشین ببینیم. آقا شنیدیم سخت مشغول بازیای کامپیوتری و این حرفا هستین. آره آره، با دوستم داریم یه کارایی میکنیم. باریکلا به دوستت. خب چیکارا کردی؟ مشغولیم. دو سه بار مجبور شدیم همه چیزو بریزیم دور و از اول شروع کنیم. البته سوهیل جان، بد نیست یه مشورت هم بکنی ها، بالاخره تجربه تو این کارا خیلی مهمه. ما که فقط شما رو قبول داریم، شما که به ما افتخار نمیدین. ای خدا بگم چی کارت کنه، تو این زبون نداشتی چیکار می‌کردی؟ تو کیف چی داری واسمون؟ امروز این روزنامه رو کشف کردم، دیدی؟ باریکلا بهت. این شماره سومشه که چاپ میشه. آره خوندمش. اتفاقا یه مطلب قشنگم راجع به سورفه چاپ کرده. نهاش خوندی؟ نه. حتما بخونش. خب دیگه بابا هست؟ بابا؟ پسر خود بابا اگه اینجا بود فرصت داشتیم با هم گپ و گوب بزنیم ما. باهاش قرار داشتم. استثنان یه دفعه رو یادش مونده بود، واسه همین به من گفت من منتظرت موندم. یه مشکل سرعت داریم که هرچی تلاش میکنیم تو اجرا به نتیجه دلخواهمون نمیرسیم. بیسول جان، من فکر می‌کنم شما باید از زبان‌های سطح پایین استفاده کنید. البته شما خود استادی یا مثلا فکر کنم سی پلاس پلاس یا جاوا بد نباشه. میدونم، اما دوستم میسم خب تو این چیزا شما خودتون باید کمکمون کنی. امید خان، شما هر وقت کاری داشتی بیا همینجا. اینجا؟ بله. شما که اینجا وقت سرخوردن نداریم. بابامو دارم میبینم دیگه. وای دست به دلم نزن سهیلی که خونه. میگم تا تو اینجا نشستیم برم یه چایی بریزم بیام با هم بخوریم. باشه. زحمت نشه. ببین برمیگردیم یه دل سیر غیبت باباتو میکنیم.